ویدیوی خفن دیگه که یکم تمش با چیزی که حالا از من به نظر میرسه فرق میکنم، ولی در کل حرفیه که به نظرم باید میزدم. خب الان عیده و توی ماه رمضونیم و خب یه سریامون روزه میگیریم، یه سریامون روزه نمیگیریم، خوشمون نمیاد و هرچی، هر کسی با عقاید خودش پیش روی میکنه. ولی قضیه که وجود داره، اول از همه دوستان بهتون بگم که ببخشید، خب دوستان بهتون بگم که ببینین ولکن دیگه، خب دوستان بهتون بگم ببینین باید به عقاید هم احترام بذاریم. یعنی اونی که روزه میگیری عقایدش واسه خودشه، نباید به اونی که روزه نمیگیره چیزی بگه یا توهینی بکنه یا هر چی، هر فکری که داره رو بخواد تلقین بکنه، بخواد فرو بکنه. و اونی که روزه دار هم نیست، روزه نمیگیره، کاملا جدی میگم، باید احترام بذاره به عقاید اون یکی آدم. و خب اون قبول داره، یکی هست قبول نداره، من قبول دارم این قضیه رو. ببینین یه وقتی هست شما یه سری عقاید دارین، خب یعنی با علم بهش رسیدین، یه وقت هست نه، به خاطر شرایطی که با توشین توش قرار گرفتین اون عقاید بهتون تحمیل شده. اون لحظه است که شما میان این کارو میکنین. یعنی چی؟ آقا تو قبول داری، روزه میگیری، قرآن میخونی، نماز میخونی، اگه علمشو داشته باشی، اگه قرآنو خونده باشی، با دیدگاه خودت وارد این قضیه شده باشی، نمیای اونی که این کارا رو نمیکنه رو اذیت کنی، میای بهش میگی فلانی بیا این کارو انجام بده، این خوبه، آخرتت رو میسازه، با توجه به دیدگاه خودت ها، ولی نمیای تحمیلش کنی، اوکی؟ و اونی هم که این کارو نکرده نمیاد مثلا موضوع یا تحمیل کنه و مثلا قضیهش کنه و اذیت کنه اون یکی ها که آره تو اسکوی روزه میگیری، اصلا این چرت و پرتا. ببین تو وقتی میسوزی از اینکه مجبوری این کارو بکنی، خب و قبولش نداری، ولی وقتی که خودت بهش رسیده باشی لذت میبری از انجامش، درست انجامش میدی. و الان توی ماه مبارک رمضانیم و میخوام بهتون بگم که دین و درک و چیزایی که بهش باور داریم و قاطی نکنیم با شرایط مزخرفی که پیش اومده، با اتفاقایی که واسه خودتون افتاده، با چیزایی که هر روز دارین میبینین، اوکی؟ چه عیبی میرسونه ماه رمضون به ما؟ هیچ عیبی. الان کامنت ها رو نیان پر کنین از مثلا چرت و پرت و ساندیس خور و فلانه، ربطی نداره. اگه ما درست داریم فکر میکنیم، خب این چیزا اصلا مطرح نیست، اوکی؟ پس اینو میخوام بهتون بگم که آقا بود یه جوری آدم که داره با خودش حرف میزنه نگاه میکنه انگار اسکله، هرچند خودم هم این کارو میکنم. آره یه جوری به قضیه نگاه کنین که خواهرمه، نه یه جوری به این قضیه نگاه کنین که اوکی ماه رمضونه و یه سری چیزا رو بعضی قبول دارن انجام میدن و این هیچ ضرری نمیرسونه. تو آقا ببین، فکر میکنم توی آلمان هم یه همچین چیزی داریم، مثل روزه است، ولی تو آب میخوری، همه چی میخوری، چیزی که دوست داری و نمیخوری. خب این میخواد چی رو قوی کنه؟ این میخواد اراده تو رو قوی کنه، چقدر میتونی جلوی خودت وایسی، جلوی نفست وایسی. خب و از اون طرف میاد اونایی که اضافه وزن دارن یه شیپ بدنی درستی بهشون میده، یکم اوکیشون میکنه، یکم حالت بهتری به زندگیشون میده. ولی قضیه اینه که واقعا به هم احترام بذارین، اینقدر بی علم نجنگین با چی یه سری چیزا. فقط میخواستم همینو بگم که یکم بهتر زندگی کنیم کنار هم. خیلی دوستتون دارم، مرسی که منو حمایت میکنین، ویدیوهای منو میبینین و خیلی خوشحال میشم اگه به هم فیدبک بدین توی کامنت ها، بگین باید چیکار کنم، چیو دوست دارین، چیو دوست ندارین. و اینکه لایک و کامنت و ساب که اصلا یادتون نره. بازم خیلی دوستتون دارم، خدافظ.